قاسم بفرما. اگه مجید برگشت بعد از قاسم مجیده، اگه برنگشت کوروش. قاسم بگو. سلام، خسته نباشین. من میخواستم اگه میشه آقا مجید بیاییم صحبت کنیم، ولی نشده، شلوغ میشه بابت کار. در مورد اون ادیان ژاپنی یه میخواستم بپرسم چی شد که اصلا مسیحیت به ژاپن وارد نشد. یه فیلمی بود به اسم سایلنس مال اسکورسیزی، نمیدونم دیدین یا نه. میخواستم ببینم مثلا روش برخورد اونا با این دین همین واقعیت بوده یا نه. یعنی یه برخورد خیلی خشنی کردن. بگو. اون داستان، اون فیلم بر اساس اتفاقاتی بود که واقعا اتفاق افتاد. یعنی اون بل بود، اون اتفاقات واقعا اتفاق، اصلا اون داستان کاملا واقعیه تا اونجا که من یادمه. خیلی جالبه، کاش ما هم اونجوری برخورد میکردیم. اقلا ما عاشق خوب بود. البته نه نه، کاشش اون خیلی خیلی خشن بود اون روش ها. ما اونجوری که نمیخوام به کسی رفتار بکنیم. خشن بود ولی جواب داد دیگه. مجید هم اومد. الان مذراته که الان ما داریم از این دین میبینیم بیشتر از اون خشونتیه که اون موقع اونا با مسیحیت داشتن. قبول نداری؟ آره، ولی اونا به خاطر این، ببین، اونا به خاطر دشمنیشون با تأثیرات عقاید خارجی مثلا با این عقاید مسیحی میجنگیدن. خب یعنی اگه شما از اروپا مثلا میرفتین ژاپن و میخواستین عقاید مثلا عصر روشنگری رو هم رواج بدین، ممکن بود به شما هم همین رفتار رو میکردم. میدین ازم چه؟ یعنی ترس با رقابت بود، ترس با رقابت با یه چیز خارجی بود. من فکر نمی کنم توی عقاید روشنگری همچنان حلی باشه که بریم اینجوری خودمونو پخش کنیم. مثلا اون روشی که مسیحیت رفت خواست منتشر بشه یه خورده زیرزمینی بود دیگه. زیرزمینی بود برای این که، برای این بود که غیرقانونی بود کارشون. ولی اتفاق، نه اتفاقا برای کارشون به تو اصلا مسیحیانی که تو ژاپن بودن که مثلا با خشونت که رفتار نکردن، فقط داشتن دعوت میکردن مردم به مسیحیت. زیرزمینی باید این کارو میکردن برای اینکه باهاشون رفتار بد نشه. یعنی شما اگه مثلا میخواستیم این عقاید چه میدونم سکولاریسم، آزادی بیان، دموکراسی رو مثلا به طور فرضی بگیم اونجا میخواستین رواج بدین، شما هم باید زیرزمینی این عقاید رو میرفتین رواج میدادین. اگرم پیداتون میکردن بایدتون ممکن بود برخورد شدید باشه. نه فقط با عقاید غربی اینجوری برخورد میکردن، مثلا با عقایدی که از ژاپن، با عقایدی که ممکن بود اونا رو تو خطر بندازه. به خاطر اینکه شما فرض کنین که مثلا یه عقایدی وجود داره که شما باید امپراتور رو مثلا بدون هیچ شک و تردیدی حرفاشون رو قبول بکنین و شما بیان تو ژاپن مثلا بگین نه باید دموکراسی وجود داشته باشه، خب ممکن بود با شما برخورد شدیدی بشه. نه جالب بود کلا برام، برخوردشون فکر می‌کردم تخیلی باشه. خب روشش این خطرناکه. من به نظرم این خطرناکی که مثلا ما چون از اسلام و مسیحیت و یهودیت و اینا بعدمون میاد، بعد ببینیم که مثلا یه برخورد شدیدی میشه مثلا با کسانی که دارن این عقاید رو تبلیغ میکنن، چون هزینه‌ای که ما به خاطر اسلام دادیم ممکنه ما خوشمون بیاد، یه مقدار به نظر من خطرناکه که اینجوری فکر بکنیم. ببین شما اون فیلم، من نمیگم روششون خوب بود، من نمیگم روششون خوب بود، ولی خوشت اومد دیگه. اینم بگم با مسیحیایی که اومده بودن برای تبلیغ همچین برخوردی نداشتن، اونا کاملا آزاد بودن. با ژاپنیایی که میپذیرفتن برخورد میکردن. نه بالاخره مسیحی رو کاری نداشتن. چرا؟ با من مگه فیلمش رو داشتن؟ اونا آزادانه داشتن. یه مدت آزادانه بود، یه مدت زندانشون کردن بود. ولی ژاپنی هایی که میپذیرفتن رو دیگه مثلا تو دریا غرق میکردن. آره خب این خیلی روش بدیه. یه ذره تایید کردین روشو. نه من نگفتم خوبه، میگم اگه کاش میشد یه جوری اینجوری رفتار کرد، ولی در کل آره اون کاش میشد کسایی که دین مسیحیت بابا قاسم نکه خوشونت باشه. بگو تو میگی کاش میشد زر اینطوری برخورد میشد، تو داری میگی کاش میشد کسایی که مسیحیتو خب پس ما کنون شدت قاسم شدتی کمتر
حالا آرمین داره توضیح میده، میگه میگه که کاش میشد اونجوری برخورد کرد. این دقیقاً همون شدت خود دقیقاً تو همون بعد از اینکه خودت گفتی اینا مسیحا رو غرق میکردن، گفتی دقیقاً بعدش گفتی کاش میشد یه ذره اینطوری برخورد. نه 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 که غرق کنه، گفتم بابا یه ذره شدید شدت کمتر، حالا نه که میخوام اونجوری برخورد کنم مثلا کمتر غرق کنی یه ذره. نه مازی که نکشید مثلا همون شکنجه‌ای که همون شکنجه غرق شدن که ازش میدن اونجوری، نه لاف انگشتشو خودکار بزنیم مثلا، چه میدونم یه حرکت همچیز سبکتر میدونی یه جوری. ببین این یه چیزی که ریشه در مون داره، کارش نمیشه کرد. ولی در حال فیلم خوبه، یکی بچه پرسید اسمش چیه، فیلم سایلنس مال اسکورسیزی فکر کنم 2016. بعد این فیلمی که این فیلمه که درست شده که نشون بده که چقدر اینا بیگناه بودن، بهشون ظلم شده و چقدر ظلمی که بهشون شده. بعد تو این فیلمه رو نگاه کردی، تو طرفدار ظالمین بودی که تو من طرفدارش نبودم تو نه، ولی یه مقدار گفت به خودت نگاه کردی که با این فیلمه رو نگاه کردی، چیزی که به ذهن تو رسیده این بوده که کاش ما هم یه مقدار این یه ذره کار این ظالمین انجام میدادیم، یه ذره منظور که جلوی ورود این دین رو میایستادیم. میدونی چی میگم؟ منظور یکم جدیتر جلوش میایستادیم. حالا اون روششون خیلی شدیدتر بود، خشنتر بود، من قبول ندارم، تایید نمیکنم. یه روش میتونی بگی؟ اون فیلم رو هم گفتم دیگه، لای انگشتشون خودکار بذاری قاسم، اگه لای انگشت خودکار گذاشتم بود که زمان مدرسه لای انگشت ما خیلی خودکار گذاشتم، به هیچ نتیجه این نرسیدن معلم ها. تو داری پیشنهاد نه من یه روش تایید می کنم. ببین تو داری پیشنهاد خوشونت فیزیکی میکنی؟ نه نه لای انگشت خودکار میکنی؟ برداشتش اشتباهه. من گفتم یه روشی پیدا میکردیم که جلوی ورودش نیستادیم، نه اینکه بخون سرشون زیرا کنیم. ببین لای انگشتشون خودکار بذاریم یعنی چی؟ این چی کار برای چی؟ این یه جور منظوری که یه جور جلوشو میستادیم دیگه، نه اینکه حالا اینجوری بخوایم سرشون رو زیراب کنیم. این خشونت فیزیکیه، این خشونت فیزیکیه. من با یه جوری ما طرف ببین نه ما ببین قاسم ببین این کامنت سویدا درسته، این روش ورود اسلام به ایران جا ببین سویلای عزیز درسته، یعنی درست متوجه شد تو رو درک کرد. خشونت که انتخاب دین نیست، دستور دینه. اصلا خشونت انتخاب نیست، دستور دینه، ولی یه جور تقابل چی میگن عقل و احساس دیگه. به قول استاد مشیری هم میگفت یه بار به شوخی البته خودشم میگفت کاش میشد ما یه بار انتقام اون از این جنگ چی بود اسمش جنگ رو از عرب بگیریم یا حمله کنیم عربستان رو مثلا فتح کنیم. البته به شوخی خودشم میگفت، خودشم میخندید. ولی این شوخی ها نکنید بابا، این شوخی ها باعث میشه که نرمالیزه بکنین خشونت رو. ما انتقام بیایم بگیریم از عرب؟ نه من با شوخیش مشکل ندارم. وقتی میگی شوخی ده حد شوخی مشکلی باش ندارم. من به نظرم شوخی بعضی از موقع ها مخفی کردن اون عقاید واقعی بعضی ها هست. نمی‌دونم چه یعنی برای من به نظر تو وقتی مثلا شوخیه هر چیزی میشه گفت. من آره، ولی بعضی از موقع ها شوخی یه ماسکیه برای قائم کردن واقعیت. یعنی ما یه عقاید خودمون رو داریم، عقاید خشونتگرایی واقعی خودمون رو داریم رواج میدیم، بعد هر موقع برای اینکه بتونیم از خودمون دفاع بکنیم که خشونتگرا نیستیم اسمشون رو میذاریم شوخی. من نگران اینم هستم، نمیگم که نمیگم نباید بتونیم شوخی بکنیم. من نمیگم که نباید کسی باید اجازه نداشته باشه که مثلا شوخی بکنه، ولی این نگرانی منم برای این هست. ببین قاسم جان، ما اگه ضد اسلام هستیم به خاطر اینکه برای اینکه علیه یه سری چیزایی هست که ما بهش عقیده داریم، مثلا آزادی بیان. خب ما نمیتونیم بیایم بگیم که ما ضد اسلام هستیم و بیایم از روش‌های استفاده بکنیم برای مبارزه با اسلام که اصلا دلیل اسلام ستیزی مونه. میدون قبول دارم. نیچه گفتش که وقتی داری با هیولا مبارزه میکنی مراقب باش که خودت تبدیل به هیولا نشی. نیچه هم جایش گرم بوده، ببخشید نفسش از جای گرم در می اومده. آخه چجوری میخوای با هیولا بجنگی وقتی انسانی؟ با اول تبدیل به هیولا بشی، هیولا رو بکشی، بعد حالا آدم بشی.
البته یه تئوری ها، این نمیگم صد درصد. برای اینکه هیولا شده دیگه برنمیگردی. چرا میگردی؟ تو اتاق بشین به اعمال زشتت فکر کن. من خوشبختانه اعمال زشتی نداشتم تا الان. تو بودی میرفتی شکار داشت، از من خواستم بهت بگم برو تو اتاق بشین فکر کن به اون شکارهایی که میزدی. نه کلا ایران نمیدارم تو چه حدی که پیش رفت برای مقابله. ببین اگه ببین حالا بخود تو طول قاسم جان، تو طول تاریخ بزرگترین جرم هایی که انجام شده به این بهونه انجام شده که ما داریم جلوی یه چیز بدتر رو میگیریم. درسته. خب اون موقعش هم اگه عملی انجام میشده که خیلی بدتر از اون خشونت بوده، خب وقتی میدونن که به اون حد میرسه نباید انجام بدن. من گفتم خب میخوای حیله رو بکشه، نگفتم حیله بدتری باید بشه. ببین وقتی تو اون راه بیفته دیگه میشی دیگه همینجوری بزرگتر میشه. ببین تو وقتی طرز فکرت این باشه، کسایی که فکر میکنن انقدر، کسایی که دنیا رو سیاسفید میکنن، دو قطبیش میکنن و خودش رو حق میبینن و هر چیز دیگر رو ناحق میبینن، فکر میکنن هیچ هزینه‌ای نیست که ما نباید بدیم که جلوی این ناحقا بگیریم. و وقتی که فلسفه یک نفر این میشه، این یک دری رو باز میکنه برای بزرگترین جرما. خب این فلسفه یک چیزی نیستش که من بخوام بگم خیلی جدی بخوایم دنبالش بکنیم. ولی من میگم آقا یه ذره الان مراد برقی میگه یه که تفکرات خطرناکه. نه تفکرات من که اتفاق خیلی انسان دوستانه است. من هم گفتم کاش میشد یه جوری مثل اونها رفتار کرد، نه اینکه دقیقا اون کار رو انجام داد. ببین تو آلمان هم وقتی که مثلا یهودی ها رو گذاشتن توی کمپ های اینا 6 میلیونشون رو کشتن، اینجوری نبود که روز اول بیان تعیین بکنن که ما باید این کار رو بکنیم. اصلا برای خود آلمانی ها، خود اون نازی ها هم اصلا قابل تصور نبود که به اونجا برسه. روزای اول میگفتن که باید مثلا کاراشون رو ببندیم. روزای بعد گفتن که مثلا اینا حق ندارن بیان این حرف رو بزنن. روزای بعدش گفتن که بیام رو دستشون مثلا ستاره داوود رو بذاریم رو دستشون. و همینجوری آروم آروم گذاشت، گفتیم که بیام یه محله تعیین بکنیم برای اینا بعد از اونجا خارج نشن. و اینجوری آروم آروم بزرگتر شد، همینجوری بالاخره به یه جایی رسید که 6 تاشون رو با توی کوره با گاز کشتن. اون قیاس درست نیست به نظر من. نه من دارم میگم که وقتی که در رو باز میکنی، مراقب باش در خشونتگرایی رو باز نکن. خب برای اینکه با این فلسفه، این فلسفه خطرناکیه، این فلسفه خطرناکیه. من از خودم حتما. من خودم نمیگم حتما اینطوری میشه، نمیگم حتما اینطوری میشه، من میگم که ما به نظر من به اندازه کافی مشاهده کردیم که تو بغیر از توی جنگ، بغیر از اینکه وارد مثلا ما میدونیم توی جنگ بالاخره باید هر کسی از خودش دفاع بکنه، خب بغیر خارج از جنگ بهترین روشی که باعث هزینه کمتر برای انسان‌های بیشتری میشه اینه که خشونت‌گرایی رو تبلیغ نکنی و روش‌های صلح‌آمیز رو استفاده کنی. من نمیگم صلح‌آمیز به طور کامل، بالاخره توی جنگ قوانین، حتی توی جنگ هم بالاخره قوانین جنگ رو رعایت بکنی، قوانین انسانگرایی توی جنگ رو رعایت بکنیم. ولی من نمیگم مثلا خشونت هیچ وقت نشه، ولی خیلی توی جنگ باید خشونت بشه، ولی خارج از جنگ من میگم علیه خشونتگرایی بشیم در هر لحاظی. نظر من اینه. منم موافقم، منم نمیگم که باید خشونتگرایی بشیم، ولی من خودم ایدئال من اینه که با حداقل خشونت این سیستم عوض شه. ولی حالا به قولتون اگه بخوایم تبدیل به هیولای خوب بشیم چی؟ خب این منظور هیولاش رو نیچه. خب اگه میخوایم هیولای خوب بشیم، مثال به اندازه کافی داریم براش تبلیغ تو تاریخ که هیولای خوب کاملا ضد خشونت بودن. و نتیجه این تو همین قرن بیستم بعضی از بزرگترین تغییرات سیاسی، تغییرات براندازی که انجام شد به خاطر کسایی بود که کاملا روششون صلح‌آمیز بود. میدونی مثلا نلسون مندلا، گاندی، مارتین لوتر کینگ، بزرگترین تغییرات تاریخی که اتفاق افتاد به طرف درست به خاطر کسایی بود که اصلا خشونتگرایی رو تبلیغ نکردن. کسایی که خشونتگرایی رو تبلیغ کردن ممکنه یه سیستم خیلی خشونتگرا رو برداشتن، گفتن خب ما عوض میکنیم، بعد که اومدیم یه چیز دیگه گذاشتیم جاش، بعدش درست میشیم، دیدیم درست نشدن، همون خشونتگرایی بود. مثلا معروف ترینش بدتر شد، اصلا معروف ترینش همون چیز بود دیگه، تو مثلا
فرانسه، همون کسایی که اومدن گفتن انقلاب فرانسه کردن، یه دیکتاتور رو برداشتن یه دیکتاتور دیگر رو گذاشتن جاش. گفتن ما گفتن ما خشونت‌گرایی میکنیم بعدش میرسیم به سکولاریسم و اینجور چیزا، ولی نه یه دیکتاتور قدرتمندتر اومد جاش. مثالای زیاد داریم اینجوری. اوکی من قاسم جان اگر نمیدونم ادامه چیزی داری برای گفتن، بچه‌ها تعداد پایین خودت هم می‌بینی خیلی زیادن. آره زیادن. آره بتونیم آهسته آهسته بچه‌ها رو بیاریم بالا و یه زمانی هم بذاریم که هر کس 3 دقیقه مثلا یا 4 دقیقه باشه. نظر چی آرد می چون تعداد بچه‌ها زیاده میترسم نرسه خیلی باشه. هم در مونده چش بابک روز حق بابک مرسی بابک. مرسی قاسم باش دوباره برمیگردیم بخش شد بهت برمیگردیم ادامه صحبت. من فقط بگم این بحث تموم نشده به نظر من. خشونت تا یه حدی جا داره، باید نمیتونیم با خشونت صفر جلوی کسی که خشنه رو بگیری، باید خشونت به خرج بدی. بذار خودکار لنگوش بذار، حالات هر که هر جا دیگه میذاری مهم نیستش، مهمه که یه ذره باید جلوی طرف بیستی. و حالا یه صحبت در مورد اوتونازی کرده بودن بچه های، اینو فقط بگم فیلم میلیون دلار بیبی رو هم ببینیم که اصلا زندگی ارزش عذاب کشیدن داره یا نه. مرسی که وقت دادین، من میرم پایین. فدات عزیز. مرسی قاسم فعلا.